بسوی سرزمین موعودم با خدا عزیزان در کلام خدا در عهد عتیق در کتاب اعداد فصل سیزده آیه سی می خانیم. کالیب بنی اسرائیل را که در حضور موسی ایستاده بودند خاطر جمع نموده گفت بیایید فورا هجوم ببریم و آنجا را تصرف کنیم چون می توانیم آن را فتح نماییم آمین عزیزان آیه‌ای که در ابتدای این مطالعه خواندیم قسمتی از رویدادی است که در کلام خدا در کتاب اعداد فصل‌های 13 و 14 به ثبت رسیده در این قسمت از کلام خدا ماجرای ارسال دوازده معمور شناسایی یا به عبارتی دیگر جاسوس را توسط موسا که به همراه قوم اسرائیل در راه رسیدن به کنعان در محلی اتراق نموده بودند مطالعه می کنیم. بعد از بازدید این دوازده تن از سرزمین کنعان میخوانیم که دهتن تن از این دوازده معمور شناسایی سرزمین کنعان گزارش منفی آوردند و به موسا و قوم اسرائیل گفتند آنها در گزارششان از سرزمین کنعان به این که آنجا سرزمین شیر و اصل می باشد اشاره کردند عزیزان شیر و اصل به طور سمبولیک بیان کننده این حقیقت بود که سرزمین کنعان سرزمینی بسیار حاصلخیز بود درست همان گونه که خداوند قول آن را به موسی و قوم اسرائیل داده بود ولی تأکید این ده نفر بیشتر بر این بود که مردم سرزمین کنعان قول پیکر هستند و به همین دلیل قوم اسرائیل قادر به شکست دادن آنها و تسخیر سرزمین کنعان نخواهد بود از این دوازده معمور شناسایی ارسال شده برای بررسی سرزمین کنعان فقط دو نفر یعنی کالیب و یوشع خبر مثبت و صحیح آوردند کالیب و یوشع به موسی و قوم اسرائیل گفتند که آنها حتما قادر خواهند بود مردم قولپیکر سرزمین کنعان را شکست داده و آنجا را تصاحب نمایند عزیزان اگرچه این قسمت از کلام خدا قرنها پیش نوشته شده ولی درسهای مفید نهفته شده در آن هنوز به ما برکت میدهند درس اولی که از این قسمت از کلام خدا می این است که وقتی زمان آن می رسد که ما باید از دوره آزمایش و امتحانات ایمانی خود در بیابانهای جانکاه زندگی بیرون آمده و به سوی به کمال رسانیدن آن نقشهی که خداوند برای زندگیمان دارد حرکت کنیم حتما موانعی در راه ما وجود خواهند داشت عزیزان فراغت از بیابانهای روحانی شخصی یعنی زمانهای بسیار دشوار زندگی و سعی در حرکت برای ورود به سرزمین معود شخصی یعنی به کمال رسانیدن نقشه خداوند در زندگیمان بدین معنا نیست که کشمکش ما با مشکلات، مخالفتها و چالشها به اتمام رسیده است بلکه برعکس کشمکش ما با مخالفین حقیقت کلام خدا مشکلات و چالش به نوعی دیگر تازه شروع می شوند آریما برای به دست آوردن پیروزی و رسیدن به سرزمین موعود شخصی خود یعنی اجرای خواست خداوند در زندگیمان باید با موانع و چالش های بیشماری که در مسیر اطاعتمان از خداوند وجود خواهند داشت با کمک روح القدس و در حکمت الهی او روبرو شده و از آنها نترسیم این مهم را همیشه هم به یاد داشته باشید که به صرف اینکه ما به سوی سرزمین موعود شخصی خود بنا به خواست خداوند برای زندگیمان در راه هستیم دلیل بر وجود نداشتن هیچ گونه مانع مخالفت و چالش نخواهد بود درس دومی که از مطالعه فصل‌های 13 و 14 کتاب اعداد در کلام خدا می‌آموزیم این است که در راه رسیدن به سرزمین موعود شخصیمان در هر قدم ما مجبور به تصمیم گیری هستیم یا به عبارتی دیگر در هر قدم در راه اجرای خواست خدا در زندگی شخصیمان ما یک حق انتخاب داریم انتخاب اینکه آیا به خداوند اعتماد می کنیم تا ما را به سرزمین موعودمان برساند یا که به عقل و توانایی های محدود انسانی خودمان متکی شده و امیدمان را از دست می دهیم آیا ما مثل آن ده معمور شناسایی که با تکیه بر عقل و شعور محدود انسانی خود پیروزیشان بر مردم قول پیکر سرزمین کن آن را غیر ممکن تصور کردند و خبر منفی و بد آوردن خواهیم شد یا که مانند یوشع و کالیب بر خداوند اعتماد نموده و با اعتماد کامل به کمک خداوند به پیروزی خود و رسیدن به سرزمین موعودمان امیدوار به جلو می رویم عزیزان اشتباه نشه در سرزمین کنعان موانع بسیاری وجود داشتند آن ده مأموری که خبر منفی آوردند تخیلی نشده بودند و دروغ هم نمی گفتند. مردمی که در سرزمین کنعان زندگی می کردند قول پیکر بودند و این ظاهر ترس و نامیدی را بر آنها مستولی ساخته بود. عزیزان هر اتفاقی که در بیابانهای روحانی شخصی برای ما رخ می دهد وسایل و تعالیمی هستند که ما را برای روبرویی و غلبه بر قولهای مشکلات در راه رسیدن به سرزمین موعودمان که خداوند برایمان منظور دارد آماده می‌سازند. ما با فراگیری درسهای ارزشمند در بیابان‌های زندگیمان با اعتماد و ایمان راسخ به خدا، زندگی روزانه با او و هدایت روح القدس قادر خواهیم بود تا برای هر قدم خود به جلو تصمیم صحیح اتخاذ کنیم. درس سومی که از مطالعه فصل های سیزده و چهارده در کتاب اعداد در کلام خدا می این است که تصمیمات ما برای رسیدن به سرزمین موعود شخصیمان باید با خواست پدر آسمانیمان مطابقت داشته باشند یوشع، کالیب و موسی تصمیم صحیحی که مطابق با خواست خدا بود را اتخاذ نمودند آنها قوم اسرائیل را ترغیب نمودند که به سوی سرزمین کنعان حرکت نموده و آن را به تصرف خود درآورند عزیزان من و شما هم مانند موسی یوشع و کالیب باید شجاعتی متولد شده از ایمان راسخ به قوت، حکمت و عدالت خدا داشته باشیم و برای انجام اراده الهی او در زندگیمان قدم به قدم روزانه به پیش رویم. لطفا دقت بفرمایید ما برای پیروزی در رسیدن به سرزمین موعود شخصی زندگیمان برای قادر به اجرای خواست خداوند شدن در زندگیمان برای غلبه بر چالش ها و قول های هر روزه زندگیمان باید از درک دید و شناخت محدود انسانیمان فراتر رفته و از دیدگاه خداوند به هر آنچه که در سر راه ما مانع حرکت ما به جلو می گردد بنگریم دوست من شاید شما امروز در حال تصمیم گیری مهمی برای زندگی آینده خود می باشید. شاید دارید سرزمین موعود زندگی خود را از دور می بینید. شاید چشمان شما به قولهایی از مشکلات، کمبودها و چالشهای سرزمین موعودتان دوخته شده. اجازه بدهید تا کلام خدا و اطمینان از حضور او با شما به شما امید بدهد. دست خود را در دست پدر آسمانی خود نگاه دار از دیدگاه او به سرزمین موعودت بنگر و اجازه بده تا پدر آسمانی قادر مطلق و دانای مطلق شما در هر قدم به شما قوت و حکمت لازمه را عطا فرماید در این صورت او حتما شما را در پیروزی کامل به مقصدی که خود پیش از خلقت و تولدتان منظور داشته خواهد رسانید جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما آمین